نواب سکندرچهنی محمد خدابنده سلامت باد، حضرت خلیفت الخلفا نایب مرشد کامل زعیم صوفیان طوایف قزلباش مایل به دیدارند. میپذیریم، بیاید. جناب خلیفت الخلفا، آیا بهتر است گفتگوی من را بگذاریم برای وقت دیگر؟ التفات کردید به دیدار آمدید. آی جانزه، خوش گلدن. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. مدتی است کمتر به دیدار ما می آید جناب خلیفت الخلفا. شوق زیارت وجود ربانی چی بلاوقفه است، اما محاسبه خبرچینان شاه را هم باید داشت. این نوبه هم اگر واصل به حضور شدم، بابت چسب تحلیف در خصوص خطیره است که چند نوبه پیش حرفش را داشتیم. از باب مهم مشهور هنوز به راه چاره روشنی نرسیدیم. اما دست روی دست گذاشتن هم زیاده نقصان دارد. مسموعم سرداران ناراضی طوایف قزلباش در شروف دل یک دل کردنن. فلزا من قبل زاری شدن هر مقاتله ای میان اینها و شاه جوان، بهتر که شیوخ متصدفه صوفیه به نحوی تاج و تخت از دست رفته را به شما بازگردانند. هر اقدامی در این فقره ملاحظات شامله می طلبد. با وسواس مفرط هم فرصت اندیشه شده از کف می رود. نقل بیمهری فرزند شما نسبت به سران قزلباش مدتی استیجر علنی شده. مهلشتر از آن این چی؟ تندیس وی آمدانه جهت خفت صوفیان قزلباش به ترک تازی فقها و متشرعین میدان داده است. بیوخت، بگو چه نقشه‌ای دارد؟ خلاف روال اینگاد حلقه زیچ در شبهای آدینه، این هفته یه شنبه شب حلقه زیچ رو بپا می کنیم. چرا یه شنبه شب؟ منگول از چی؟ سرسلسلی خاندان صفوی جد متحرتان شیخ صفیتدین در چنین وقتی از هفته متولد شده. با نگاه حلقه ذکر در چنین وقتی چه فکری به سر دارد؟ ما می توانیم در یه شنبه شب در خلال حلقه ذکر نقشه خود را عملی کنیم. ای بیوخت، عملی کنیم. مرشد اکمل، 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 مرشد اکمل. شبت باک نیست؟ خیر سلطان. مرشد اکمل، 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 مرشد اکمل. مگر مولود یکی از عمه است که این جماعت حلقه ذکر منعقد کردی؟ مشکلی داره مرشد کامل، از جهت نقض واحد قدسی در مرام تصوف. کدام واحد قدسی؟ اصل مسلم زعامت مرشد اکمل که بنا به مقامات صوفیه مرجح است به ولایت مرشد کامل.
اکنون شیوخ متصفیفه قبایل قزلباش به عنوان رکن روحانی سلسله صفویه میخواهند بدانند اگر شاه جوان مرشد کامل است، پس مرشد اکمل سلسله صفوی که پیر و اولا و اول صوفیه است چه کسی است؟ مرشد اکمل پرسش اندیشمندانه و به حق است. از میان هرگز زاکرین سی معتمد زبان‌دان به امارت ما بیایند تا در این باب مراوده کنیم. اون چه به عقل ناقص ما در این فقره خطور میکند میگوییم، اما تصمیم گایی را شما مقامات متصوفه خود باید اتخاذ کنید که متصلن محتاج دعای خیر شمایی. شرح مقصود کنید جناب خلیفه الخلفا. در مقامات روحانی متصوفه به نقل از جد طاهرین شما شیخ صفی الدین چنین آمده است که پیروی نفوس خاص و عام از مرشد اکمل مقدم است بر پیروی از مرشد کامل، فلذا خللی که در این خطیره عظما در موقع حالی وارد شده اجمعین صوفیان قزلباش را متلاطم به قبض روحی کرده است. حل این موزل که چندان مشکل نیست، می توانید مجلس شور منعقد کنید از باب قوس سود ما از مرتبه مرشد کامل به منزلت مرشد اکمل تا این زایه و تشویش برطرف بشود. اما این راهی چاره علا رسم پسیونت میسور نیست. مانع این مطلب چیست؟ وجود نواب سکندر شهنی جناب سلطان محمد خدابنده که مانی قبولی ولایتی فرزند اوست. پس معنای بی وقت حلقه یه ذکر از این گران است. آخ که الهی عیسی خون تکه تکه شود در حضور سلطان العالمین از پدر ایشان به عنوان سلطان محمد خدابنده یاد میکنید. در مقامات مقدسه سلسله صفوی تا آن هنگام که پدر در قید حیات است منزلت مرشد اکمل متعلق به اوست و همه موظف به مطابعت از او هستیم، چه در امور دنیوی و چه در وظایف اخروی. اصرار شما آیان بر رعایت این سنت منحوسه هیچ معنای ندارد الا به این که بی مقدمه جنگ ما آمدید. اگر منتظر بی پاسخ هستید شما را زیاده معطل نمی کنم. میر قصب باشه.
جناب آقا. کسی با ما هم گرم نشود. جا نولوب عشق آقاستی شاهزاده خانم تأخیر نکنی وگرنه برادرتون جناب نواب سکندر شهنی از دست میرم. وای دادم گدونو یا نه زبن عباس هرای دیزن عباس شعور من خام بود خان بی بی که سبب رگت حال این پدر ناپدر خود را از هفت گله ورامین به خانه خود آوردم. من نخواست خام و اغوا شده از اون بگذر عباس کن عباس عباس هر ننگی که در سلسله صفوی باب شده اما ننگ پدرکشی باب نشده تو اونو تأسیس نکن عباس که به هنگام پیری فرزندانت با تو اون کنند که تو با پدر عباس تو خصم معاند قسم خورده خواسته در میان سرداران ناراضی طایفه قزل باش کم نداری با کشتن پدر به شمار اونا اضافه نکن عباس سون سعسی گلیر ها در دوزی یاندیرارم از سران فاسد توایف قزل باش که این چند ده ساله ولایدان را بی تخریب و آل و آشوب کشنده زهر چشم کامل نگرفته الهال صوفی قزل باش هم پیاله عمرای قزل باش جهت ما توطئه می کنند والله جهدی میکنیم که از اعتبار اینها بی قسمی کم بشود که به جاروکشی و دربانی امارت آلگاپی ریزا بشود بری آروادنین علومونن گرخر که بالده زیرینده علمیه اچه کاسی؟ گوش به فرمانم جناب مرشد کامل اراده کرده ایم همین هفته با اکابر اهل شریعت دیداری داشته باشیم جهت دعوت باش صدر اعظم ما میرزا لطف الله شخصاً به خدمت آقایان برسند به روی چشم سروری صوفی صفوی دیگر تمام شد از القاب بجا مانده از این جماعت جز لقب مرشدی کامل که به خود ما اختصاص دارد الباقی از همین امشب حذف و متسوخ میکنی ختم کلام آیا کسی از شما آیات مربوط به حکم الهی در باب لزوم سجده ابلیس بر آدم را در حافظه دارد؟ شما چطور؟ شمسای گیلانی؟ میدانم که این آیات در سوره حجره اما متنش از حفظ نیستم حضرت استاد اگه اجازه بفرمایید من این آیاتو قرائت کنم بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همأ مسنون. أحسنت، طيبات أنفاسكم. اگر علاوه بر معنای ظاهری این آیات معانی باطنی آنها را طرف اهتمام قرار بدهیم، در میابیم که به مصداق قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، قوایی در وجود آدمی مجتمع شدند که در ساحت تعادل او را در مسیر خیر پیش میبرند، لیکن در صورت عدم تعادل در مسیر گمراهی و شر. ابلیس درون جهت سوق انسان به ورطه معاصی سعی می کند هفت عضو وی، یعنی چشم، گوش، زبان، بینی، قلب و دست و پای او را در اختیار بگیرد. یحتمل به همین جهت خداوند در قرآن می فرماید جهنم هفت در دارد، لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. حضرت استاد، مسئلتون، شما فرمودید یکی از راه‌های غلبه شیطان بر آدمی از طریق نفس اماره است. حالا سوال بنده ایه که چرا خداوند اصلا نفس اماره رو خلق کرد؟ بسیار خوب فرزندانم، امر عاجلی پیش آمد کرده که لاجرم درس تفسیر را همینجا ختم میکنیم و الباقی مطلب را انشاءالله در جلسه بعدی پی میگیریم. و السلام علی من اتبع الهدى. باشد، من میگویم. ها شیرازی. بله کاکو. گمانم در مجلس درس پرسش ناسوابی عنوان کردی برات. چرا ناسواب کاکو؟ در درس تفسیر مدرسه قزوین جمعی پرسش ها باید در چارچوب اصول دیانت مطرح بشه، نه خارج ازم برات. مگه سوال من خارج از اصول دیانت بود؟ پرسش تو الایاز بالله یه جور طرح ایراد به دستگاه آفرینش الهی بود. طلبه مومن باید آری از این قسم اشکالات باشد. اما مؤمن اگه بخواد ایمانش به تاراج نره، باید این قسم اشکالات ذهنی رو برطرف کنه. جای رفش هم مجلس درس بزرگونه. گمانم حق با شما باش. اما برادر، محل رفع اینطور پرسش ها حکمم مجلس درس تفسیر نیست. پس جاش کجان کاکو؟ شاید مجلس درس فلسفه و حکمت. که البته نه به درد دنیا میخوره و نه به درد آخرت. خصوصا اگر مجلس درس میرداماد پیچیده سخن باشد. منم با آرزوی شاگردی ایشون ایراد طولانی و از شیراز به اینجا اومدم. گرچه آیات قرآن را شیرین از حفظ شیرازی، اما زیاده امید مبند که میرداماد مشکل پسند به راحتی تو رو در مجلس درس خودش بپذیره. به قول گیلکی ها کی بسری میرملکی تیچه تو بدارم نلگی. این که منقول است تعرف الاشیاء و ازداده ها یک مصداق و صورتش سیرت همین مجلسه. من فقط نمیدانم فکرت شاه از دعوت جمع ازداد به این مجلس چیست. مگر خبر شق شدن خلیفت الخلفای صوفیان قزلباش رو نشنیدی؟ خیر،
نکند ما را هم برای شقه کردن به این مجلس دعوت گرفته. شما را بعید نیست حضرت میرفندرسکی، خاصه که از جانب بعضی حضرات اهل ظاهر مزون به ترویج افکار هندی و پارسی عهد باستان هم هستید. میبینید حضرت میر، این هم فرجام کسی که بخواهد مروج دانش برای اهلش باشد. تعجبی نیست، به دار حبود برای راحتی خیال نیامده. سلطان ابن سلطان شهریار ماه طلعت و شاهنشاه رفیع مرتبت وارد می شوند. سنه فرخنده فال میمنت مشهون که کمال انتظام و امنیت و کامل صحت و سلامت در جمیع امزجه و ابدان خاص و عام ناس حاصل گشته و هیچ ناخوشی در کافه رعایا موجود نیست، در جوار ساعت و نور جناب همایونی به استماع فرمایشات ملوکانه مستسهر می شویم. در این وقت متبرک و مبارک ما شاه عباس صفوی کلب آستان علی قربتن ان الله عزم جذب کردیم تا به معاودت فوزلا و دانشمندان معزز به تأسیس یک دیوان قضایی متمرکز نظام ادارات اوقاف و امور شرعیه و توسعه مدارس و مجامع علمیه همت گماریم. فلیزا احکامی به شرح مکتوبه قرائت می شود که از این مورخه به بعد واجب الاجرا می باشد. هو الحکیم فرمان همایون شد که از موقف حالیه تا موقع ثانوی جناب شیخ امین قریفی را به مقام صدر الممارک دربار صفوی منصوب می کنیم تا امورات مربوط به تعیین حکام شهر و مباشران موقوفات و رسیدگی به دعاوی خاص عام را بر عهده بگیرند. همچنین جنابان شیخ بهاءالدین آملی را به سمت شیخ الاسلام تختگاه و مسئول رسیدگی به دعاوی شرعیه، شیخ محسن امجد را به مقام دیوان بیگی جهت نظارت بر احداث اربعه و امورات حقوقی و جزائیه، و داماد معزز خودمان شیخ رزاق هرندی را به سمت نواب امور شرعیه دربخانه شاهی منصوب می نماییم. منصوب شدگان موظفند حسب موارد از مشورت حضرات میر داماد و میر فندرسکی در حد اشد بهرگیری نمایند. و سلام علی من تبع الهدی.
حضرت جل جلاله به دانشمندان طول عمر و به این بندی شاه ولایت بضاعت وافر خدمت عطا بفرماید. انشاءالله. انشاءالله. از نحوه انتساب سمت به دیگران که گوی همین معنا می آید، لابد شما هم مطلعید که سه شیخ منصوب شده به مقامات دیوان بیگی، صدرالممالک و صدارت پناه با آن دو شیوخ مقیم بیت الحرام، ملا امین اثرآبادی و دامادش ملا محمد، متصلن سر و سر دارند. دو ملای اخباری که به غیر طریق علم الحدیث بقیه علوم معرفتی را گمراه کننده می دانند. بس وای به حال ما که بعضی استنباط هامون از دین مبین از جهتی با براهین فلسفی و از طرفی با ذوقیات صوفیه مطابقه دارد. اگر تعادل میان عقل و شر سر از شریعت پناهی حکمت ستیز آقایان در آورد، آن وقت معاذالله که مقدمه کتاب سوزانی است و تکفیر دم به دم علمای حقیقت جو. حق با شماست. به همین خاطر این روزها نباید از تأکید بر الفت میان علوم عقلی و نقلی، خاصه در سطح مباحث درسی عباد الله، چیزی کم گذاشت. راستی از طلاب گفتم، یحتمل صدرالدین محمد خلف مرحوم قوام وزیر دارالحکومه شیراز رو به یاد دارید؟ جوانی نیست که در شیراز جهت دیدار شما قایم باشک بازی راه انداخته بود؟ بله همون جوان است. چند مدتی است که ساکن تختگاه شده و مصرانه تمنای حضور در مجلس شما دو بزرگوار را دارد. این سه شیخ را که دور می شوند، در این گوگای متملقان صدرنگ و ریا، بی سبب علو طبع و عزت نفسشان جدا دوست دارم، اما در این حال باید نسبت به اونها احتیاط هم داشته باشیم. حکمن مزاح می فرمایید مرشد کامل. احتیاط آن هم جهت سه آدم بی ادعا؟ از آن که نه روی دو پا که روی سرش راه می رود باید همیشه ترسید. دوست داشتیم بدانیم با هم چی اختلاط می کنند. آیا شاکر نعمت الطاف جناب ما هستند یا اون که دیگر یا آن که ندارد؟ جناب همایونی، طریق لطف و احسانی که شما نسبت به علمای شیعه پیشه کرده اید در هیچ از منه ماضیه مسبوق به سابقه نیست. مصلحت حکومت ما هم اقتضا می کند که این بعد هم همین طور باشد، به شرط آن که آیان جز در امورات شرعیه در دیگر امور مداخله نکنند. پس این شکاسی دربار ما کدام گوریست؟ زیر پایتان را نظر کنید قبله عالم، جای عیسی خان همیشه آنجاست. ای که فاخلی، یک امشب ما را بساز که زیاده خرابیم عیسی خان. ای آقا عیسی به قربان خم ابروی ماهد، ای عیسی فدای زلف کجتاب سیاهد، دفت به کف داد مرا دلبر و فرمود که موزم دفزدن و جیبن و جیبون شده هست. کار دنیا تعطیل، نوکران بدوند به تعجیل، قالیچه پهن کنی مخده بیاورید، چار فصل را همه در نشمه کنید، یکی شربی یا به یا وزده کنید. بارا پدر ساکش بگر بله شربت شنگولی هفت ساله اعلا باشد.
چشم. ادعای از این مخلم. جناب وزیر اعظم. ها بله جناب مرشد کامل. صبح فردا میر خط نویس را ایثار کنید تا مطلب دست خط کند جهت شوهر عممون خان احمد گیلانی. خیر باشه ایشالله. ما یدیم دختر 7 سالش را برای ولیعهد 4 سالمون خواستگاری کنیم. به میمنتی و مبارک ایشالله. علاوه استرداد شریف خان چاوشدو که وقت دفع فتنه مرشدگلی خان با چند قزل باش خائن به گیلان پناهنده شد. خار صوفیان صفوی که تمام شد، نوبه تتمه خاطی قزل باش است. اللهم ارن الاشیا کمایی. خدایا اون چی که از دونسته ها میدونم در مقایسه با نادونسته ها چون ستاره یه با سوسوی کوری تو پهنه افلاک. سلام آقا محمد. علیک سلام آمیرزا. ببخشیم امشب شوم دیر شد. رابعه از دیشب که سالتمنده یه چند نوبه باید دستوخت من تعمل کنی آقا. راضی به زحمت شما نبودم میرزا، دوغنونی هم بود کفایت میکرد. هی وقت فرای مبادا جواب مادر شما چی بدم. یادم بندو میرزا، یه هفته نامه دیگه براش بفرستم. واسه سخت دلتنگش شده. قطر خونه پدری و آدم تو قربت بهتر میفهمه. بیا میرزا. خرج و خور یه ماه آتیه که دیروز مرمت کردین آقا. این مختصرو هم باشه بابت آورد حکیم و هزینه دو درمون رابه خانم. چند تا سکم بده به سعید، بیرون که میره شاید بخواد سی خودش چیزی بخره. ممنونم آقا محمد. با اجازه. آمیرزا. بله آقا. راستی احوالات آقا سعید چطوره؟ چند مدت یه کمتر دیدمش. هی. از شما چه بنون آقا، نمیدونم تو سر چی میذاری. البته امورات چرخش و گردش کار و خونه از هیچ کمکی دریغ نمی کنه. اما الباقی اوقات شو خدا عالم کجاها میره با چه کسونی هش رو نش میکنه. میگم آقا زمنه باشه بدنی به اقتضای همسن سالی یه نوی سر از کارش در بیاری ثواب والا. سلام کاکو سعید. سلام اما آقا محمد. چطوری کاکو؟ با حال و هوای تختگاه اخت شدی؟ لیم لیمک اخت میشیم آقا جو. راستی سربند وقایع شیراز متصل پی مجالی بودم که ازتون تشکر بکنم. برای چی؟ یک برای قبول من جهت همراهی به تختگاه، دویوم بابت و روزی که تو قیصریه شیراز پنهون شدنم از چشم مامورا برملا نکردی. جای شکرش باقیه که فتنه شیراز اقلش دامنگیر تو نشد. دامنگیرم نشد ولی بقیه چی؟ نمیدونم زندن یا مرده، اسیرن یا آزاد. البته حالیم هر آدمی پس هر انتخاب تونی باید بده. تون ستم دیده های معروم نکبت و نگون بختیه، ولی تون ستمگرا چی؟
گمون نمیکنم اونا بی مکافات بمونن. او که ظلم میکنه هر سبوتاشو از وحشت فرود دشنه ای از قفا یا روبرو تو مکافات و عذابه، حتی اگه همه اون مظلومی گریبانشو نگیره. من که کاری به معارضه نقطویون با عمال حکومت صفوی نداره، که ای بسا یه ای قالی باشه از جنس سیاست که به بادی ایور اوور بشه. حرفون در خصوص معرفت شناسی اوناست، خاصه اعتقاداتشون در امر تناسخ که مغایرت تام با اصل معاد داره کاکو. پس اگه حقیقت نزد اونا نیست، شما بفرمایید نزد کدوم دسته و گروهه؟ اگه حقیقت این اندازه سهل الوصول بود که در تعلق گروه و دسته بخصوصی باشه، دیگه جایی برای این همه کشمکش و قشقری باقی نمیموند. پس بهتر نیست جوی دلدوشکی تو صحت و سقم گفته و کلوم یه مسلک تو اعمال اونا دنبال حقیقت بگردیم؟ تشخیص حق و باطل یه اعمال بر چه مبنایی باید بشه؟ خب فهمه ای که کدوم دسته و گروه طرف ستم دیده هست؟ والا تا اونجایی که من تو شرح احواله از منه مازی خوندم هیچ فرقه ای ظهور نکرده الا با مدعای حمایت از ستم دیده. اما اونچه که ای ادعاو رو رد یا اثبات میکنه گذشته از گذر ایام باطن افکار اهل ادعاست. چی بگم؟ مدتهای مدیدیه که حال گیجگو میدارم، گویی وقتا نمچه رو فکری میشم این زندگی هچل هفتو خیلی ترسناکه، حتی بیشتر از خود مرگ. هیچی کاکو ترسناکتر از نفل شدن تو سراتی نیست که جزمن خیال کنی تنها راه وصل به حقیقته. اگه راست دلت بود سحری همت کن برا نماز جماعت بریم به مسجدی که امام جماعتش حضرت شیخ بهایی. از وقتی افتخار شاگردیشو پیدا کردم احساس میکنم که چشنداز وسیع تری از تفسیر کلام مجید بر مبنای ظاهر و باطن آیات با اتکا به عقل شریف به شاگرداش ارائه میده. اگه تو هم به دلش بشینی شاید به وقت پرس و جواب گره ای از بند شکیات تو هم باز بکنه. بهتره باشه برای یه وقت دیگه. با اجازه. سلام علیکم. فرمایش. من رفیق آقا سعید هستم. سعید؟ همچن کسی هم نمیشناسم بالام جان. یعنی چه؟ این کارا چیش میگونه؟ همین چند لحظه پیش داخل این خونه شدم. یعنی چه آقا جان؟ آهای بالام جان
این جوان میگه رفیق تو هست. اینجا اینجا چیکار میکنید آقا محمد؟ از بازار عبور میکردم متوجه ورودت به این خونه شدم. آشفته را میامدی کوکو. گفتم شاید احتیاج به کمک داشته باشی. بهتره زودتر از اینجا بیریم. بیرون با هم حرف میزنیم. باشه کوکو، هرچی تو بخوای. اومدم. مگه مطلبی پیش اومد کرده کاکو؟ نه چیز نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. So